به نام خالق هستی بخش، هیچ کلامی زیباتر از سلام و هیچ آرزویی بالاتر از سلامتی نیست. هر دو را تقدیم یک یک شما هموطنان خوبم و همه شما عزیزان بیننده میکنم و امید دارم که جور و سردمند باشین. در هر جایی که هستین بیننده برنامه روشنا هستین. برنامه روشنا به صورت زنده و مستقیم تقدیم یک یک شما عزیزان میشه. اما همراه شما عزیزان ما روزای یکشنبه در رابطه با خانواده و استحکام خانواده صحبت کردیم. آرزو میکنیم که یک یک شما عزیزان خانواده هایی داشته باشین که فرشش پر از صداقت و صمیمیت باشه، دیوارهایش همه اعتماد باشه و سقفش نور امید و ایمان باشه و فضای او آکنده از مهر و محبت و دوستی. پس خانواده چقدر ارزشمند است و ای که استحکام او بالاتر از ارزشمندی از خانواده. خب در همراه شما عزیزان هستیم. در استودیو خواهر خوب ما خانم سجادی داریم و سلام علیکم میکنیم خدمتشان و بسیار خوش آمدید میگم بهشان. سلام خانم سجادی عزیز و خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم به شما خانم ظهوری عزیز و بینندگانی که تازه به جمع ما پیوستند و کسانی که از گذشته با ما همراه بودند. انشالله که یک شنبه خوب و خوشی را آغاز کرده باشین و همچنین نسبت به حوادث اخیر و اتفاقات ناگواری که همکنون این روزها ملت داغدار ما دست و پنجه نرم می‌کنند و شهدای عزیز ما که انشاءالله غریق رحمت الهی باشند و خانواده ها و بازماندگان انشاءالله که در آرامش باشند و خداوند برایشان صبر عنایت کند. الهی آمین. واقعا داغهای هموطنان عزیز ما، داغهای دل ما هم هست. آرزو میکنیم در هر جایی که هستن خوش باشن. اگر خدایی نکرده در جگرخونی و نارامی هستن، ما را هم در غم خودشان شریک بدانن و از خداوند آرزوی امنیت میکنیم برای کشور عزیز ما. خب همراه شما عزیزان بیننده هستیم، شما هم همراه ما باشین با موضوع استحکام خانواده و نقش فرزندان عزیز. پس شما فرزندان عزیز هم امروز بیننده برنامه روشنا باشین همراه با پدرها و مادرهای عزیزتان. خانم سجادی، در هفته پیش ما نقش والدین صحبت کردیم. بله. نقش پدر، مادر و حالا میخواییم نقش فرزندان گفتگو کنیم. یه خلاصه ای از نقش پدر و مادر بگوین و بعد از او بپردازیم به نقش فرزندان. بله، همطور که ما در جلسات گذشته شروع کردیم مباحث رو، در باره عوامل استحکام خانواده صحبت کردیم. چه عوامل و چه مواردی هستش که یک خانواده را میتونه محکم و پایدار و استوار نگه داره؟ ما نسبت به تعریف خانواده چه تعریفی داریم؟ خانواده در واقع یک قانونی هستش که متشکل از مرد و زن هستش که در قالب پیوند زناشویی یک خانواده را تشکیل میدهند و بعد در گذر زمان انشاءالله خدا برشان عنایت میکنه، فرزندانی رو خداوند بر اینا هدیه میکنه و نعمتهای بزرگ و وزین رو در دستان این پدر و مادر قرار میده. خب حالا ما قبل از اینکه بخوایم بپردازیم درباره نقش فرزند در استحکام خانواده، میخوایم ببینیم که هدف از ازدواج چی بوده. یک خانم یا یک آقایی که جوان شده و به سن بلوغ رسیده، هدف از ازدواجش چیه؟ آیا هدفش این است که میگه من میخوام که امروز سر سفره عقد برم و فردا روز همراه همسرم سر صدا کنیم؟ نه، طبعا همگی آرزومندی هستند که یک آرامش و امنیتی رو در کنار همسرشون تجربه کنند. این که به سعادت‌های دنیوی و اخروی در کنار یک انیس و مونس برسند. خب چطور میشه که بعضی از خانواده‌ها به چالش‌های میرسند؟ به یک تجربه های تلخ و ناگواری میرسند. اونجاست که ما میگیم که خب شما به نظر شما یک خانم یا آقایی که شما الان زندگی تشکیل دادی، اینی که میگی یک زندگی خوب و ایدئال، از نظر شما چه زندگی هست؟ درست. حتما خانم میگه که من دوست دارم که همسرم مثلا این حقوق مرا رعایت کنه. بله، بله. نسبت به من عاطفه داشته باشه، نسبت به من توجه داشته باشه. یا مرد خانواده میگه که من اگر که زندگی خوب میخوام داشته باشم، اگر که تشکیل زندگی دادم، میخوام که همسرم به من محبت داشته باشه، احترام داشته باشه، اعتماد داشته باشه، اعتماد داشته باشه. ولیکن خب چی وقت میشه که این اتفاق
نمیافته و خانواده ها جگرخون هستن، بعضی وقت ناراحت هستن از اینکه زندگی ما چرا اونطوری که فکر میکردیم گوارا نیستن. نیست. بله. او چه وقت میشه؟ وقتی است که خانم یا آقا به عنوان یکی از ارکان زندگی نقش خودش رو فراموش کرده، ای که من به عنوان آقا، من به عنوان خانم نقش های در زندگی دارم. خب ما در جلسات گذشته نقش آقا و خانم رو در استحکام خانواده صحبت کردیم. حالا من یک خلاصه داشته باشیم چون برمیگردیم و بعد راجع به نقش فرزند در استحکام خانواده میخوایم صحبت کنیم. مردان در خانواده بنا به ویژگی هایی که دارند، یکی از ویژگی اونها قدرت مردان هستش، یعنی توانمندی های جسمی دارند و این قدرت و توانمندی های اونها نباید به نحوی باشه که فقط بگه که من اینطور باشم اینطور نباشم، با خشونت و تندی باشه، بلکه باید با چاشنی محبت، عاطفه و ملایمت همراه باشه. و ما در جلسات گذشته صحبت کردیم که نقش عاطفه و مهرورزی مردان در خانواده خیلی موثر هستش، به طوری که در روایتی که رسول اکرم فرمودن که وقتی یک مرد به همسرش میگوید من تو را دوست دارم، تا زمانی که این خانم با دندان سفید آمده داخل منزل و وقتی که دندانهایش پیر میشه و دندانهایش میفته و موهایش سفید میشه، این در قلب خانمش همچنان جاری و ساری است که همسرم مرا دوست داره. پس نقش عاطفه مردان یکی از عوامل مؤثر در استحکام خانواده بود. یکی از ویژگی مردان بحث حکومت اونهاست. ما مفصل در جلسه که درباره نقش مردان در استحکام خانواده صحبت کردیم، گفتیم که مردا به خاطر اینکه یک روحیه تدبیر و سرپرستی و کفالت خانواده رو دارند، اینها میان مصلحت خانواده رو میسنجند و برای منافع کل خانواده تصمیم میگیرند. اما این رو باید مردان محترم خانواده، مردان محترم فامیل در نظر داشته باشن. حکومت کردن، تدبیر و مصلحت سنجی برای خانواده برابر نیست که با تحکم کنن که الا و بلا من اینطور هستم شما اینطور نیستید، اگر که من خسته هستم خانه باید حکومت نظامی شوه، شما خسته نیستید. نه، چرا، خانم هم گاهی وقت میشه که خسته میشه. بله، هر کدوم از اعضای خانواده امکان داره که یکی از درس خواندن، یکی از کار کردن، یک وقت مهمانداری است، خانم هم خسته میشه، مانده میشه. اگر مرد مریض میشه، یک وقتی جان درد میشه، خانم هم یکان وقت جان درد هستش. بله. پس این تدبیر و مصلحت منزل یک جوری است که باید عدالت داشته باشه، یعنی که متقابلا اگر که من یک وقت شرایط مساعد نیست، خانم هم شرایطش مساعد نیست. ای باید درک کنه شرایط خانم هم. بله. درک پس یک تا بال دو ویژگی آقایان رو گفتیم، یکی قدرت مردان، یکی حکومت مردان. سومین ویژگی که مردان در واقع دارن سخاوت اونها هستش، یعنی خداوند بنا به اون بزرگی که اونها رو در خانواده اقتدار داده، اینا باید نسبت به اعضای خانواده بخشنده باشن. یعنی یک وقتی میشه که در بهانه های مختلف، مثلا تولد بچه خوردش هست، تولد دخترکش هست، سالگیری عروسیش هست، نه، یا کدام روز جشن و میلاد هست، در بهانه های مختلف برای خانواده خودش سخاوت و گشاده دستی به خرج بده. بله. اینها باعث میشه اعضای خانواده خوشحال میشن، میفهمه که چقدر توجه به من داره. درست. کل اینا به خاطر ای که هم شادمانی ایجاد میکنه، هم یک ارتباط و رابطه را پیوند محکم ایجاد میکنه. بله. در خانواده. دقیقاً. و حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که مردان سه تا ویژگی رو باید در خودشون داشته باشن که اگر نداشته باشن اونها رو در خودشون ایجاد بکنن. یکی از اون ویژگی ها بحث معاشرت نیکو هستش، یعنی رفتار مسالمت آمیز و خوب هستش. ما در جلسات گذشته ذکر کردیم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که حضرت زهرا مشغول آشپزی بودند، میرفتند به کمکشون و آشپزی میکردند و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم میفرمودند که کسی که علی جان، مردی که
در خانه به همسرش کمک کند با بله. شهدا محشور می شود. خب ببینید وقتی که یه خانم فکر کنه که همسرش ببینید چقدر مهرورز هستش، بله در کارهای خانه به من کمک میکنه، به من توجه میکنه، حال بد ما رو متوجه میشه، این باعث میشه که خانواده خانواده مستحکمی بله، باشه، بله. یه خانواده استواری باشه. بسیاری از مردها هستن خانم سرجانی مثلا با خود فکر میکنن که من چه واسه باید محبت کنم، چی باید بکنم؟ بله. ولی میگه تو کمک میکنی در داخل خانه بله. به همسرت، مثلا کمک میکنی، دستش هم میگیری، در کار پیش میبری یک کارش، خود همین میتونه یک نوع بله. ابراز محبت باشه. بله، ما جلسه که درباره راه های ابراز محبت بله صحبت بله. کردیم، انواع زبان های عشق ورزی رو گفتیم که یکی از همین راه های عشق ورزی خدمت کردن بود، دقیقا. که گفتیم مرد ممکنه داره متره شستشو میکنه و خانم میتونه بیای با یک گلاس چای بگه که پدر اولادا خسته نباشی، بله. مانده نباشی، یا ای که مرد از بیرون به داخل خانه میایه و میبینه خانمش امروز مهمانداری داشته، اطفال مریض بوده، تکالیف خانگی اولادا رو پیگیری میکرده، میتونه از به طرز زبانی و گفتاری به خانمش محبت کنه، بیه که تشکر، تو چقدر زیاد متوجه اولادا هستی و زحمت کشیدی. پس یکی از نقش هایی که باعث استحکام خانواده می شد نقش مردان رو ما مفصلا در جلسه گذشته گفتیم. یکی از ارکان مهم خانواده که یعنی در مساوات مرد بله زن قرار می گیرد، دوتایی با هم یک کانون خانواده رو تشکیل می دهند، مثل خانم ها دو پرنده هستن دیگه، مثل بله. دو بال یک پرنده، بله یک دقیقاً. به حساب ما یک پرنده ای را اگر ببینیم با یک بال نمیتونه پرواز کنه، پدر و مادرم حکم همین را دارن. بله، خانم ها هم در فضای خانواده باید تمثیل بسیار زیبای شما گفتیم که یک پرنده متشکل از دو بال هست. بله. اگر بخوای این پرواز کنه باید هر دوی این بال با هم باشه، با هم پرواز کنه مکملن. آره، اگر که یکی از این بالها آسیب دیده باشه میبینی که این پرنده یک گوشه کس کرده، هر چقدر فربه باشه آه. تمثیلش در زندگی همیست. بله. هر چقدر که امکانات زندگی باشه ولی هماهنگی و تعادل توی زندگی نباشه، این زندگی مختل میمانه. خب ما نسبت به جایگاه زن در سیره انبیا و اولیای الهی میبینیم که بسیاری از الگوهای زنان برتر در جامعه اسلامی داشتیم که اینها نشون میده که چقدر نقش محکم و وزینی در حفظ خانواده داشتن. ببینید وقتی حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا آمدن، رسول اکرم میفرمایند که همه حاضران و غایبان رو سفارش میکنم و وصیت میکنم که احترام این دختر را نگه دارند، چرا که او شبیه حضرت خدیجه سلام الله علیها هست. بله. خب چطور میشه که وقتی که یک خانم متولد میشه چنان جایگاه بالایی برای ایشون حضرت رسول اکرم ذکر میکنند و تشبیه بسیار زیبایی میکنند که ایشون شبیه حضرت خدیجه است؟ چرا؟ چون حضرت خدیجه هم، حضرت زینب هم شبیه حضرت خدیجه، مادر بزرگشون مشقت ها و سختی هایی رو در کنار ولی خدا، در کنار امام زمان خودشون حضرت زینب سلام الله علیها تحمل کردند و چجوری کانون خانواده رو مستحکم نگه داشتند. ببینید حضرت زینب وقتی که اسیر بودن چنان خطابه میگن که همگی فکر میکنن دیگران اسیر هستند و ایشان در واقع آزاد هستند. ببینید یک زن چه جایگاهی میتواند در جامعه حتی بله. داشته باشد، نه تنها در خانه و خانواده، و با این طریق دلگرمی ایجاد کرد، درست است، برای بله. برادرزاده هایش و کسانی که بله. در اسارت بودن و در کنارش بودن، با این طریق یک دلگرمی ایجاد کرد، وگرنه کلشان مضطرب بودن. بله. یعنی ما یک خانواده رو اگر در نظر بگیریم، یک خانواده وقتی که یک کسی نباشه که بتانه به اونها دلگرمی بته، بله. احساس امنیت بته، به اونها در حال آرامش بته، خب همه مضطرب هستن. بله. همه نارام هستن. حالا بمونه از این که فضای محیط یک جامعه هم نارام باشه،
پس چقدر ما نسبت به این موضوع باید اهمیت بدیم که حال فضای جامعه ما، فضای محیط بیرون ما وقتی ناامن هست، بیایم فضای خانه را امنیت بدیم، فضای خانه را دو آرامش بدیم که بتانیم حداقل در محیط خرد خانواده خود ما در صفا، صمیمیت، مهر و محبت زندگی کنیم. خدای نکرده یک مشکل دیگه به مشکلات دیگه ما اضافه نکنیم. این گپ بسیار اگر ما در نظر بگیریم بسیار میتونه مهم باشه، چرا که فضاهای خانواده ما باید فضای پر از آرامش باشه، عاطفه، آرامش و امنیت باشه. ما حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها نه تنها که در فضای خانواده یک باعث استحکام خانواده بود، بلکه یک جامعه رو هدایت و رهبری می کردند. اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها در اون سنشون پیامبر اکرم می فرمودند که تو مادر پدر هستی. ببینید چه حس آرامش بخشی به پدر خودشون القا می کنند، کسی که در مقام فرزندی هستند. و اینکه در کنار ولی خدا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت زهرا چه پا به پای ایشان همراه بودند و سختی ها رو تحمل کردند. در جلسه گذشته نسبت به جایگاه خانم به همسر و همچنین به فرزندان هم پرداختیم که یک مادر در تربیت ابعاد مختلف تربیتی فرزندش میتونه موثر باشه، میتونه در تربیت دینی فرزندش مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که وقتی که داشتن دعا میکردند اول برای همسایه های خودشون دعا کردند، در تربیت اخلاقی فرزندش میتونه موثر باشه. ذکر کردیم وزیری بود که در عین اینکه در شوکت و عظمت اقتصادی بود ولی همچنان انفاق خودش رو داشت، به دلیل اینکه مادرش این خصلت نیکو رو برش به ارث گذاشته بود. درست. یا نسبت به تربیت اجتماعی، اینکه مادر میتوانست بچه خودش رو طوری تربیت کنه که فردا روزی وقتی وارد جمعیت میشه چنان توانمند بروز پیدا کنه که یک جامعه رو رهبری کنه، یا اینکه حرف خودش رو در جامعه به راحتی بیان کنه. خب ما نسبت به نقش مادر در خانواده هم پرداختیم. حالا این جلسه انشاءالله می‌خوایم صحبت کنیم که نقش فرزند چیه توی خانواده. این فرزند که یک هدیه الهی هست چه جایگاهی در اینکه خانواده رو محکم نگه داره؟ شاید اصلا تا حال فرزندان در این مورد فکر نکرده باشن. شاید بگن که مسئولیت استحکام خانواده و سایر مسئولیت‌ها بوده پدر و مادر است. بله. ما هیچ مسئولیتی نداریم. بله. ولی ما میخواییم بگوییم که فرزندهای عزیز شما هم مسئولیت دارین در زندگیتان. دقیقاً. حالا اینکه ممکنه که فرزندها به این درجه از رشد عقلی رسیده باشن که برشون سوال شده که من چه جایگاهی در استحکام خانواده دارم. بله. گاهی وقت میشه که خانم و آقایی که ازدواج کردند نسبت به اینی که فرزند داشته باشن یا نداشته باشن نمیدونن که چه تأثیر رو داره این فرزند داشتن بر حفظ خانوادهشان. یعنی خانم سجادی نقش فرزندان در استحکام خانواده بالاتر از پدر و مادر است؟ میتونی میره بگوییم؟ ببینید در هر کدام یک از این ارکان جایگاه خاص خودش رو داره. ببین خانواده جایگاه خود داره. آره. خانواده تشکیل شده از خانم و آقا و بعداً فرزند به اینها ملحق میشه. حالا شما در نظر بگیرید یه خانواده‌ای که فرزند داره و یه خانواده‌ای که فرزند ندارد. حالا ما انشاءالله مباحث جلوتر که میره متوجه خواهیم شد که خانواده‌ای که فرزند داره چه استحکامی داره و خانواده‌ای که فرزند ندارد. قبل از اینکه وارد این بشم که فرزندان چه نقشی در اینکه خانواده رو استوار و محکم نگه داره دارن، میخوایم ببینیم که چرا بعضی از خانواده ها عروس و داماد ازدواج میکنن و بعد اینکه میدانند که فردا روزی فرزند آوردن مسئولیت های خاص خودش رو داره، اینکه خانم دوران بارداری سختی رو میخواد تحمل کنه، بله. اینکه مشقت های خاص خودش رو میطلبه هرچه که فرزند پیشتر میره و بله با بزرگ شدن اون مشکلات بیشتری ممکنه که برایشون ایجاد شود. چرا به دنبال فرزند آوری هستند؟ ما میخواییم بپردازیم به این مسئله. خب ما قبل از اینکه بگیم که چرا دنبال فرزند آوری هستند، قبلش میخواییم ببینیم که چرا ازدواج میکنند، هدف از ازدواج چی هستش.
ما در جلسات گذشته یکی از اهداف بزرگ ازدواج گفتیم که رسیدن به آرامش بود. بله. در پشت او اهداف بسیار دیگه هم هست. یکیش رسیدن به آرامش هستش. یکیش ارضای نیاز جنسیشان هستش. بله. یکی که نسلشون باقی بماند. یکی امکانات مادی و معنوی برشان تنظیم شود، یعنی که به یک رفاه اقتصادی برسند در کنار همسرشان، رشد کنند. و بسیار موارد دیگری هستش که از اهداف ازدواج هستش. و یک نگاه بالاتر از همه اینها هستش که توی همه ملت‌ها جاری و ساری هست، یک نگاه مذهبی بعضن دارند. مثلا در نگاه اسلامی، نگاه به ازدواج یک نگاه مقدسی هستش. بله. که سفارش شده و حتی طلاق یکی از مکروهات و اینی که مبغوظترین امرها در پیشگاه خدا ذکر شده هستش. ولی کن بعضی وقت ما میبینیم که بعضی ها ازدواج کردن اما این نیت ها رو در خلالش نداشتند. مثلا شما نگاه کنید در بعضی از کشورها به خاطر اینکه برسن به یک امکانات مادی، مثلا در کشور شوروی به خاطر اینکه برسن به یک امکانات مادی مثل که خانه های دولتی شامل افراد میشه، یک ازدواج سوری رو تشکیل میدند. و این ازدواج سوری فقط به خاطر رسیدن به یک سری از رفاهایی هستش که جامعه در خدمت اونها قرار میده. و بعد از مدتی میبینیم که اینها به طلاق منجر میشه. همسر جدی بعد از یک میان برنامه ادامه صحبت ها رو خواهیم داشت. باشه، چشم. عزیزان بیننده تشکر از همراهیتان. میان برنامه آماده نشت است که تقدیم شما عزیزان میکنم. درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفوت زنم، دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری. نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریز، تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر. برای داشتن تو ریسمان نبستم، دل بستم. همین که حال دلم خوب است برایم کافی است. پروردگارا هنوز هم می شود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد. هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و العف را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سر داد. هنوز هم تا همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست. یا رب العالمین، خب تشکر از همراهی گرم شما خانواده های عزیز، پدرها و مادرها و به خصوص شما فرزندان عزیز خانواده، که ما درباره استحکام خانواده همراه شما گفتگو و صحبت داریم و یکی ببینین که یک خانواده چقدر میتونه
مهم باشه، ای که شما والدین عزیز و شما فرزندان در کنار هم باعث استحکام او باشین و استحکام خانواده باعث موفقیت، سربلندی و پیشرفت یک خانواده است. اگر یک زمان فکر کنین که چرا یک خانواده موفق نیستین یا چرا خانواده تان پیشرفت ندارن نسبت به سایر خانواده های دیگر، یه بفهمین که استحکام خانواده در او خانواده کم بوده یا کل اعضای خانواده در زمینه استحکام بخشیدن و محکم کردن خانواده نقش نداشتن. امیدوار هستم که یک شما خانواده های عزیز همگی خانواده پر از استحکام، پر از موفقیت و پر از خوشبختی باشین. خب میشنویم خواهر خوم و خانم سجادی گفتگو و صحبت های زیبایشان را. بفرمایید خانم سجادی. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم به بیننده های عزیز و شما. خب ما قبل از میان برنامه پرداختیم به این که چرا فرزند آوری مهم هستش برای زوجین. بله. و اینکه قبل از اون خواستیم بپردازیم به این که چرا ازدواج صورت میگیرد. ما گفتیم اهداف مختلفی برای ازدواج موجود هستش. یکی ممکنه برای ارضای نیاز جنسی، یکی برای ابقاء نسلش هست، یکی برای تأمین امنیت عاطفی، احساس عاطفه و محبت و رشد و شکوفایی و بالندگی در کنار یک عزیز و مونس و بسیاری از موارد عدیده دیگه. خب ما گفتیم که بعضی وقت میشه که ازدواج صورت میگیرد اما بنا به هدف صحیح نیست، همونطور که در مثالی که قبل از میان برنامه زدیم و گفتیم بعضی وقتا یک شرایط رو دولت ها میسازند و ملت ها فرهنگ سازی میکنند که مثلا اگر که شما یک خانواده متشکل از خانم یا آقا باشین براتون خانه‌های دولتی میدن و اینها شروع میکنن به یک تشکیل زندگی مشترک، درست. در حالی که این تشکیل زندگی با یک اهداف صحیح نیست. اینجاست که ممکنه که این فرزند موجب استحکام خانواده نباشه، چون اینا از ابتداءن طبق یک پیشفرض این که صاحب خانه شونده مثلا در شوهر سابق، این بعدن خانواده متزلزل میشه و بعد میگیم چرا فرزند اینجا باعث استحکام خانواده نشد، چون از ابتدا با یک هدف صحیحی صورت نگرفت. خب حالا میپردازیم به این که این نیاز به فرزند، احساس علاقه به فرزند از کجا منشأ میگیره. درست. ببین یک نیاز فطری هستش، یک نیاز درونی هستش که حتی انبیا و اولیای الهی از خداوند طلب فرزند کردند. بله بله. حضرت زکریا علیه السلام در سوره آل عمران آیه 38 می‌فرمایند که قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. اونجا حضرت زکریا به پروردگار فرمودند که پروردگارا از جانب خودت فرزندی به من عطا کن، فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن که تو شنونده دعایی. ببینید این درخواست فرزند از نگاه اولیای الهی در آیات قرآن آمده. بله. یا حضرت ابراهیم علیه السلام در پیشگاه خدا سپاسگزاری میکنن که خدای تو را سپاس میگویم که مرا در سن پیری فرزند دادی، که خب حضرت اسماعیل اسحاق در سن پیری حضرت بله. ابراهیم علیه السلام عطا شد. یا رابطه محبت آمیز حضرت یعقوب نبی نسبت به فرزندشون حضرت یوسف، خب این رو داستانش رو همگی دیدن، شاید بیننده ها برنامه‌هاش هم دیده باشن بله. یا تفسیر قرآن خوانده باشن و چقدر زیبا بود رابطه محبت آمیز پدر فرزندی این دو نبی خدا، حضرت یعقوب و حضرت یوسف، در فراق فرزندشون حضرت یوسف حضرت یعقوب چقدر استغاثه میکنن پیشگاه خدا که ایشون رو ببینن، چشمشون روشن بشه. پس این یک نگاه، یک گرایش غریزی هستش درخواست فرزند. کسایی که خانواده هایی که اولاد ندارن این گپ خوب درک میکنن. بله، چرا بله. که میفهمن که نبودن او چقدر برشان سخت است. بله بله. چقدر وجود فرزند در خانه شادی و نشاط میاره. شما نگاه کنید، شما خودتان خانم زوری جان فرزند دارید حتما. بله بله. خب وقتی که خسته و مانده از بیرون میایید خانه، وقتی که یک چیزی میخواید شما شاد کنه چیه؟ دیدن روی اولادتون دقیقا، هستش. دقیقا. میبینید که دخترکتون رو میبینید میگه چطور هستی مادر جان؟
چقدر شاد میشید. بله. کل خستگی روز از جانتان میبراید. یک لبخندشان به یک دنیا میارزد. بله. یا ای که شما نگاه کنید، پدر و مادر خودش بسیار ماندگی داره، بسیار نیازها داره، ولی کافیه ببینه که طفلش، دخترکش، بچهش یک احساس نیاز داره. تمام کوشش خودم میکنه که او را برای بچهش، برای دخترش فراهم کند. پس این نگاه به فرزند، درخواست فرزند در سیره انبیاء و اولیاء الهی ذکر شد که ما در آیات گفتیم. درست. حتی یک کتابی از یکی از روانشناس ها که کتابشون بسیار جالب بود، نوشته بود که کسانی که در بازداشتگاه بودند، در زندان به سر می بردند، کسانی توانستند استقامت بورزند در اون شکنجه های سخت که یک امید به زندگی داشته باشند، یک دلخوشی به زندگی بله. در بیرون از اینجا داشته باشند. خب یکی از همین دلخوشی ها چیست؟ فرزند اولاد هست. میگه من این روزای سخت تر کنم که برم در آغوش فرزندم بگم که پدر جان، جان پدر چی خواستی؟ حالا یک مثال از شرایط اسارت و اینها بود. شاید ممکنه که در مسافرت های کاری باشه. بله. میگه مسافرت های کاری که بسیار سخته تحمل میکنه و میگه که من در زندگی پیشرفت کنم که برای اولادایم چیزی کم نگذارم. 5 دقیقه زیادتر فرصت نداریم خانم سجادی، بفهم بله. که مطالب صحبتهایتان زیاد مانده. خب مطالب بسیار زیاده. یک از آسیب هایی که وجود فرزند جلو او را میتواند بگیرد همین که آمار طلاق کم میکنه. شما نگاه کنید در گزارش هایی که به دست آمده، خانواده هایی که این آمار طلاق آمدن بررسی کردن، دیدن که نزدیک 40-50% طلاق ها برمیگرده به 5 سال اول زندگی مشترک. خب 5 سال اول زندگی مشترک آمدن ریشه‌یابی کردن چه چیزهایی باعث شده که اینها در این 5 سال به مشکل برخوردن. ممکنه که تفاوت در سبک زندگی بوده، ممکنه که تفاوت در آداب و رسوم اجتماعیشون بوده، ممکنه در بسیار مسائل دیگه بوده، اما یکی از مهمترین فاکتورهایی که باعث شد که این 40-50% زوجین در 5 سال اول زندگیشون طلاق بگیرند همین وجود یا عدم وجود فرزند بود. بله بله. و 80 نزدیک 80-90% کسایی که از این تعدادی که توی 5 سال طلاق گرفته بودن، اینها از وجود این بوده که فرزند نداشتند. یعنی وجود فرزند باعث میشه که خانواده ها به خاطر فرزندشان هم که شده میگه خال بیه چند وقت برش فرصت بدیم. شاید دیدی که حال به خاطر بچه من صبوری میکنم، من یکم برش فرصت میدم، راهنماییش میکنم که از تو چی میخوام، دیگه این کارا رو نکن، این کارا رو بکن. این باعث میشه خانواده یک کمی از طلاق فاصله بگیره، یا اینکه خودشون اصلاح کنن برای یک زندگی پایدار به خاطر وجود فرزند. یعنی همون هدف و انگیزه ایشان، همون فرزند یک هدف، یک امید، یک انگیزه میشه برایشان. بله. که بتونن زندگیشان ادامه بدن. بله. با استحکام بیشتر. بله. وجود فرزند باعث میشه که پس آمار طلاق رو بیاره پایین. تازه حتی گزارش ها حاکی از ایست که وقتی که فرزند اول که دنیا میاد، خب آمار طلاق خب کاهش پیدا میکنه. فرزند دوم که دنیا میاد باز آمار طلاق بسیار پایین تر میاد. اگر که 60% مثلا طلاق می گرفتن این که فرزند اول داشتن، وقتی فرزند دوم بله به دنیا می آمد، ریسک طلاق این خانواده ها بازم کمتر می شد. 20% می شد. فرزند سوم به دنیا می آمد، ریسک طلاق خانواده ها کمتر می شد. یعنی که خانواده هایی که فرزندان زیادتر دارن استحکامشون زیادتر است، اینطور که احتمال طلاق گرفتنشون کمتر بسیار میشه. کمتر میشه. خب خانم سجاد میگیم استحکام با طلاق یعنی اینا متفاوت هستن. شاید مثلا خانواده محکم باشه، استحکام داشته باشه، ولی یک سری مشکلات، سختی ها، یعنی با وجود تمام سختی ها و مشکلات و عدم تفاهم ها و نمیفهم هزار تا گپی که در یک خانواده میتونه باشه اونا هست، ولی خب استحکام هم داره. ببینید با طلاق متفاوت است. یعنی ببینید هیچ زندگی بدون مشکل نیست. خب ما
انتظار نابجاست که بگیم که زندگی ها 100% نه مشکل اقتصادیه، نه مشکل جسمیه، نه مشکل اخلاقیه، ولی کن یک وقت میشه که این خانم و آقا در فضای خانواده اینها رو در کنار هم میسازند، در کنار هم همدیگر رشد میدن، در کنار هم همدیگر ارتقا میدند. یک وقتی هستش که نه، اینها برای همدیگه مثل یک گارد دفاعی میشه، میگه نه من ای تو، تو ای تو، و هیچ همراهی و معیت در کنار همدیگه نداره و اینجا به تنش میخورند. خب طلاق چه وقت رخ میده؟ وقتی که این تنش ها رو نتوانن مدیریت کنن، وقتی یک جایی که اون آقا باید وظایفش خودش رو تأمین کنه برای خانومش، او رو انجام نمیده، خانوم همینطور. ولی وقتی فرزند باشه میگه به خاطر فرزند هم که شده من ایره انتظارات من یک کمی واقعی تر میکنم از توی آقا، به خاطر فرزندم هم که شده من از توی خانم بسیاری از گپ آره بسیار از جگرخونه که بین ما شده گذر میکنم. خب پس این رو باید توجه داشته باشیم که وجود فرزند یکی از عوامل بسیار مهم، یکی از نیازهای فطری هست که همه انسان‌ها احساس میکنن. حتی کسانی که نمیخواستن فرزند دار بشن و ناخواسته فرزند خدا برشان میده، بعد از او میبینی که اینقدر اون طفل خوشایند است، اینقدر برشان خوشایند هست، یا حتی اگر جدا هم میشن هنوز احساس تعلق خاطر به فرزندش داره، به دنبالی است که حضانت فرزند رو بر عهده خودش بگیره. پس این یک نیاز فطری هستش. و دوم آسیبی رو که میتونه از خانواده برطرف کنه، خانواده رو محکم نگه داره، جلوگیری از طلاق هستش. ریسک طلاق رو بسیار پایین میکنه. بله. دیگه مسئله هدفمند میکنه خانم و آقا رو. ببینید وقتی که زوجین اول ازدواجشون هست، بعد از یک مدتی روزمرگی میگه خب چی کنیم؟ ما صبح ما شب میشه، شب ما صبح میشه. دقیقاً هیچ برنامه ندارن. بله. ولی با وجود فرزند بسیاری از برنامه ها پر میشه. اینقدر فرزند پروری و پرورش فرزند اولاد زیاد هست که دیگه خانم حتی فرصت برحال ای رو نداره که بتونه به دیگه مسائل ها بپردازه. خانم سجادی وقت ما خلاص شده، میخواییم از دور شما خدافیزی کنیم، هرچند میفهم که هنوز صحبت ها و گپ ها باقی است. خیر است، میتونیم به یک شنبه هفته آینده موکول کنیم. انشاءالله در خدمت خواهیم بود. انشاءالله که بینندگان عزیز انشاءالله مطالب رو به نحو احسن استماع کرده باشند و اینکه بهره برده باشند. و از خداوند متعال خواستارم که به همه پدرها و مادرها، خانمها و آقایانی که آرزومند هستند که فرزند سالم و صالحی داشته باشند و بتوانند اونها رو یکی از سربازان واقعی انبیاء الهی قرار بدن، خدا برشون عنایت بکنند. الهی آمین. سپاسگزار هستیم از حضور گرم شما فامیل ها و خانواده های عزیز و بیننده های برنامه روشنا. از حضور گرم یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما را به خدای پاک و بزرگ میسپاریم و نماز اول وقت فراموشتان نشه. لحظات ملکوتی از آن و وقت کابل. خدا نگهدارتان. صلوات الله سلام الله.